اول از این نشست بگم که خب این نشست این 16 دوره است، همونطور که خودت گفتی اولین نشست این انجمن در نیویورک برگزار شد که قرار بود فقط یک بار برگزار بشه، اما بعد از اون اونقدر استقبال شد که این کنفرانس ها هر همه ساله داره برگزار میشه و کنفرانس اصلیش که کنفرانس سالانه گفته میشه در اینجا در پایتخت نروژ در اسلو برگزار میشه. امروز در روز اول خانم مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به همراه 3 از آسیب دیدگان اعتراضات سال گذشته روی استیج این کنفرانس رفتن. خانم علی نژاد از اونها خواست که در مورد آنچه که بر اونها گذشته و اینکه زندگی اونها بعد از این چطور تحت تاثیر این آسیب قرار گرفته صحبت بکنن. خانم علی نژاد، شاید تصویرشو پشت سر من هم ببینید، چون در سالهای 2019 و 2020 جزء سخنرانان این کنفرانس بودم. ما امسال فقط برای معرفی آسیب دیدگان اینجا اومده بود. به جز اون، خانم نازنین زاغعی رتکلیف که زندانی بوده سالها در ایران، به همراه همسرشون هم اینجا در یک نشست حضور داشتن در مورد در واقع هنرمندان، در مورد آنچه که بعد از زندان باید در نظر گرفته شده بعد از آزادی فعالان و زندانیان از زندانها، زندگی اونها چطور تحت تاثیر قرار میگیره. و همچنین وکیل آتنا فرقدانی، کارتونیست ایرانی که در زندان هست، اینجا حضور داشت. آقای محمد مقیمی، آثاری از آتنا اینجا به نمایش گذاشته شد. در این نشست امسال در واقع جایزه حاول انجمن رو قراره به توماج صالحی، هنرمند ایرانی که در بند هست، داده بشه. در روزهای در واقع در فردا و پس فردا هم این نشست ادامه داره که ما برای ارائه گزارش بیشتر با شما خواهیم بود.